اعلیحضرت معظم همایونی به روز اول سنبله برای افتتاح مراسم 51مین سالگرد آزادی وطن شهرفرمای چمن حضوری شدند. ذات ملوکانه رسم سلام قطعات اردوی شاهی افغانستان را در چمن حضوری قبول فرمودند و اعلیحضرت مارشال شاه ولی خان قاضی فاتح کابل شرف نمایندگی اعلیحضرت همایونی با استادات قیمتدار شاهانه ضمن تماس و وجایبی که در پرتو آزادی برای اعتلاء وطن متوجه نسلهای امروز و فردای کشور است مراسم جشن را افتتاح فرمودند. رسم گذشت اردوی شاهانه با گذشتن قماندان گارنیزون مرکز در دربار خانه حق و اعلیحضرت سردار افغانی از برابر لوژ شاهی آغاز گردید. اعلیحضرتین و اعضای خاندان جدید سلطنت در لوژ تشریف دارند. هلیکوپترها شعارهای آزادی پخش میکنند. اردوی قوی و مجهز افغان ضامن حفظ وطن و نگهبان آزادی است که به مجاهدات قهرمانانه نیاکان آزادانه شما به دست آمده است. دیشکو و پیهننورد اتحاد شوروی به دانشواری ما دعوت شده بود. قطعات کفه میکانیزه در حالی که با بهترین مسائل اصلی مجهز میباشند یکی بعد دیگر از مقابل لوژ شاهانه عبور نموده و مراسم احترام پیشا به حضور پادشاه معظم ما حامی استقلال کشور تقدیم مینمایند. قوای رکیبی اردوی شاهانه که قطعات آن به حال تعظیم از برابر لوژ سلطنتی عبور کردند به روح هیجان خاصند. تیارات جف آفرین سیستم قوای مجهز هوایی اردوی شاهانه را در این جشن تمثیل نمودند. افغانستان از ممالک صلح‌دوست جهان است، ولی در تمام طول تاریخ وظایف سنگین کشور برای حفظ تمامیت خاک وطن فراموش نکرده و با داشتن یک اردوی مجهز و فعال در هر لحظه آماده دفاع از آزادی این مردم پاک و مقدس میباشد. شام اول سنبله هنرمندان ممالک دوست در کابل اندارید. نمایشات به حضور اعلیحضرت شاهزاده احمدشاه و اعلیحضرت شاهدخت مریم اجرا نمودند. برای تماشای این نمایش آقای نوراحمد اعتمادی صدراعظم و میرمن اعتمادی و مامورین بزرگ شوروی به هم رسانیده بودند. هیئت هنری اتحاد شوروی که مرکب از اعضای یک تیم ماهر سرکس بود و نمایشات اکروباتی و سایر عملیات هنری خیز در جشن آزادی ما اشتراک کرد. و این هم اولین پروگرام بود و حضور اعلیحضرت اخوان و مدعوین عالی‌قدر انجام دهند. اعلیحضرت شاهزاده احمدشاه رؤسا و اعضای هیئت‌های المللی دول خارجی را در لوژ کابل نمایندگی به حضورشان پذیرفتند. در روز دوم جشن نندارتون صنایع تولیدات داخلی کشور بعد از بیانیه دکتر نورعلی وزیر تجارت توسط اعلیحضرت شاهزاده احمدشاه افتتاح گردید. شاهزاده نوراحمد اعتمادی صدراعظم با اعلیحضرت همراه بودند. با سایر مدعوین از رفاهای مختلف این دفتر دیدن کردند. رفاهای مربوط به وزارت اطلاعات کشور. فابریکه‌ها و کارخانجات نساجی افغان بهترین نمونه‌های پارچه‌های ساخت وطن را در وسعی خویش به نمایش گذاشته بود که موجب هر گونه امیدواری میباشد. صنایع قالین‌بافی افغانی نه تنها در داخل کشور صورت فراوان دارد، بلکه در تمام ممالک دنیا برایند اهمیت به سزای قائل است. طلاب و ورزشکاران معارف و محصلین پوهنتون به روز دوم سنبله با احساسات شادوسی رسم احترام را به حضور اعلیحضرت معظم همایونی و اعلیحضرت ملکه معظمه دروازه شریم به جا آوردند و با عبور دادن پرچمهای ورزشی و اجرای رسم گذشت در حال فشارهای زنده باد شاه آینده باد افغانستان و آینده باد استقلال وطن سکوت منظم آنها را بدرخه میکرد و احساساتشان را نسبت به شاه و وطن ابراز داشتند. همراه با اعلیحضرتین
والا حضرات شاگردان گرامی و برخی اعضای خاندان زمین خدمت امروز رسید کردید. دسته موزیک بلگراو روزهای اکروباتیکی که به تعقیب آن از برابر روز سکنسی در حال اجرای عملیات ورزشی وجود کردن ممثل انتشار و پیشرفت سپورت در اسلام هنر میرود. منظره چراغان در شبهای جشن تماشای خاصی دارد. مردم پایتخت و ولایات کشور شام روز سوم جشن استقلال منظره جالب و زیبای آتشبازی را در چمن حضوری تماشا کرد. در میدان پشتونستان جایی که با برافراشته شدن بیرق پشتونستان مراسم این روز تاریخی افتتاح میشود، امسال جایگاه مجلل و خاص بنا یافته است و فراز آن بیرق پشتونستان در اقتدار است. والاحضرت شاهزاده احمدشاه بعضی از اعضای خاندان جدید سلطنت شاغل صدراعظم حاضر خوبات رئیس ولسی جرگه و مامورین عالیرتبه در این مراسم اشتراک نمودند. شاغل نورستانی شاروال سرپرست کابل ضمن بیانیه و تأیید از حق تعیین سرنوشت مردم آنزمان احساسات مردم افغانستان را نسبت به برادران پشتونستانی ابراز و در دید بیرق پشتونستان با نثار گل برافراشته شد. جمعیت بزرگ مردم پایتخت و پشتونستانی های مقیم کابل در حالی که موتر حامل خان محمد خان اشکری و خان محمد خان اشکری در جلوی آنها قرار داشت، در بین نعره های زنده باد پشتونستان و پاینده باد دوستی افغانستان و پشتونستان به طرف حاضر شکم رفتار کردند. خان عبدالغفار خان دایم پشتونستان طی بیانیه خویش در غازی استادیوم تاریخچه مبارزات مردم پشتونستان را برای حق تعیین سرنوشت به تفصیل شرح داده و دوام مبارزات آزادیخواهی مردم آن سامان را یک بار دیگر تعیین کرد. هتل اینترکانتیننتال که از مجلل‌ترین هتل‌های پایتخت است و روز هفته سنبله توسط شاغل نوراحمد اعتمادی صدراعظم افتتاح کرد. این هتل دارای تمام مزایای یک مهمانخانه اصلی بوده، با سرویس منظم و شرایط مساعد از مهمانان خویش پذیرایی می‌نماید و عنعنه مهمان‌نوازی ما را به وجه احسن تفصیل می‌نماید. تأسیس هتل‌های زیبا و بزرگ در امر توسعه و جلب سیاحین در یک کشور نقش موثری دارد که در افغانستان نیز در عصر فرخنده اعلیحضرت معظم روحانی تأسیس شرکت منتال چندی قبل از طرف حکومت مطبوعه مطلوب گردید و جای شک نیست که صنعت توریزم در ترقی و بهبود اقتصادیات و شئون اجتماعی ملل جهان اهمیت مضافی کسب کرده و از طریق انکشاف صنعت توریزم به خاصه در افغانستان میتوان اقدار زیادی اثار را که در توازن بیلانس کارتیات خارجی نقش بازی دارد به دست آورد. ساختمان این هتل که میبایید در ظرف 3 سال یعنی به تاریخ 18 حمل 1349 خاتمه میافت در اثر زحمات شباروزی کارگران افغانی و متخصصین خارجی تقریبا 7 ماه قبل از موعد معینه تکمیل گردیده است و این روز پاره از مطالبی بود. سرداش تمحوق از این رئیس هوایی معنی این افتتاح هتل اینترکانتیننتال برای معلومات گذار ابراز نمود. بعد از بیانات شاغل ماریو دی جنوا معاون رئیس هتل اینترکانتیننتال بیرق افغانستان به خراج هتل و اقتضاز برآمد. در این هنگام شاغل نوراحمد اعتمادی صدراعظم با خط نواب هتل اینترکانتیننتال را به نام خاک پروردگار و سعادت افغانستان افتتاح نمودند. در بیان این مراسم مدعوین در دعوتی که به این مناسبت افتتاح شده بود اشتراک نمودند.